مریم رحمتی از نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم، تونستی پاسخ سوالت رو آخر بگیری که چرا اجازه ندادن تو در جلسه شرکت بکنی؟ این روزها و در کل همیشه خیلی سخته که از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر موضوعات حقوق بشری یا در کل در مورد هر موضوعی پاسخ بگیریم، مخصوصا ما خبرنگاران که بیرون از کشور میکنیم و دغدغه‌مون پوشش دادن خبرهای داخل کشور و دغدغه‌های مردم داخل کشوره. همونطور که مشاهده کردی دوباره ما نتونستیم جوابی از مقامات جمهوری اسلامی بگیریم. کاظم غریب‌آبادی فقط در حد یک جمله به من پاسخ داد و اونم گفت که این جلسه پشت درهای بسته باید برگزار میشد، در حالی که این جلسه با حضور شبکه‌های ایرانی، چه تلویزیونی و چه رسانه‌های چاپی برگزار شد. در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی به رسانه‌های وابسته به خودش اطلاع داده بود که این جلسه قرار هست برگزار بشه و ما هم مثل رسانه‌های دیگه ایران اینترنشنال رفت طبقه زیرزمین سازمان ملل برای پوشش این برنامه، ولی به محض ورود من به اونجا همه نگاه طرف من بود و با خودشون حرف می‌زدن که خبرنگار ایران اینترنشنال و اسم منو می‌آوردن. اول از نمایندگی پاکستان و کارگوناش خواسته شد که من رو از اتاق کنفرانس بیرون بکنند، ولی من گفتم که چرا رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی که در سازمان ملل هم دفتر دارن اینجا هستن، ولی با وجود من شما مشکل دارید. هر موقعی که بقیه رسانه‌ها اتاق رو ترک بکنن من هم ترک می‌کنم، و اگر شما مشکلی دارید باید با دفتر رسانه‌های سازمان ملل حرف بزنید و اونا میتونن به من بگن که من اجازه حضور اینجا رو دارم یا نه. بعدش افراد خود نمایندگی جمهوری اسلامی اومدن پیش من و با من خیلی بد رفتار کردن، اول که نه شما نباید اینجا باشین. من هم دوباره با اطلاعاتی که در مورد حقوق خودم دارم به عنوان خبرنگار مصمم بودم که نه، تا زمانی که هر خبرنگاری اونجا هست من هم اینجا خواهم بود، چون موضوع در مورد سازمان همکاری اسلامی بود و موضوع فقط مربوط به جمهوری اسلامی نمیشد، یه برنامه عمومی در سازمان ملل بود و مثل تمام برنامه‌های دیگه ما به عنوان خبرنگار باید اون رو پوشش خبری میدادیم. بعدش خود کاظم غریب‌آبادی وارد اتاق کنفرانس شد و با زهره الهیان هر دوشون با تیم خودشون حرف زدن، با هم مشورت های کردن و همش به من نگاه میکردن، به من اشاره میکردن و من متوجه شدم که کاظم غریب‌آبادی گفت که تا زمانی که این خبرنگار داخل اینجا باشن، اون زمان خبرنگار بی بی سی هم به ما ملحق شده بود و اشاره کرد تا زمانی که این خبرنگاران داخل این اتاق کنفرانس باشن جلسه آغاز خواهد شد، که اتفاقا یک خبرنگار از پاکستان، یک خبرنگار از شبکه‌های عربی همونجا بودند بر علاوه خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی، و دقیقا رئیس این جلسه همین کار رو کرد. جلسه آغاز نشد تا زمانی که ما رو از اتاق کنفرانس بیرون نکردن. کار به جایی رسید که خبرگزاری خودشون هم گفتن برین بعدن اینا که اتاق رو ترک کردن شما برگردین، ولی خب میترا همونطور که خودت میدونی تو زمانی که از جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو میبینی هزاران سوال تو ذهنت خلق میشه که من مطمئنم اگه تو همین الان یک مقام جمهوری اسلامی رو ببینی میخوای چندین سوال بپرسی. من میخوام حرف دل مردم ایران رو بزنم. بله. سوالات مردم ایران رو که نمیتونن از جمهوری اسلامی بپرسن. من به عنوان یه خبرنگار فقط وظیفه‌مو انجام میدادم و میخواستم همه ما هزار سوال داریم که میخوایم از طرف مردم واقعا از مقامات جمهوری اسلامی بپرسیم و بعد باید یه زمانی برای اون سوال ها پاسخگو باشن.